آقای جلالی، یه موضوعی که الان در مملکتمون پیش آمده و نشون میده که واقعا این کسانی که مرتب میگویند که ایران شرایطی رو داره طی چندین سال گذشته که در واقع آتش زیر خاکستر هست و با جرقه ممکنه که مردم به پا خیزند و انشالله کاری بکنن که این رژیم دست از سر مردم ما برداره و مملکت آزادی پیدا بکنه بعد از سالها. یه نمونهش رو در پاسارگاد شاهد بودیم که این از یک کار کوچک و گروه کوچک شروع شده و این آخرین بار چند روز پیش به یک جمع کثیری منتهی شد که رژیم رو به هراس انداخته و این آقای نوری همدانی هست مثل این که اظهار نظری کردن و اینا. اگه در این مورد نکاتی هست اینو با شنوندگانمون در بیان بگذارین لطفا. بله، فرمودید یه آتیش سیر خاکستر که این آتیش بیاد در واقع و قبل از هر چیزی خود مردم رو بسوزونه. یعنی من با نگاه ابتدای حداقل صحبتم با نگاه منفی به این مسئله نگاه میکنم. بله. این خاطر که در واقع ببینید، من سر این داستان که پاسارگاد به وجود آمد، مردم جمع شدند، بعد یه تعدادی از این آدمایی که می نویسن و یه اسمی دارن و اینها یک دفعه اعصابشون یک رعشه گرفت، انگار که آدمهای معتاد خماری که نشستن انبوه بی تحرک روشن فکران. یعنی واقعا آدم آیه های زمینی فروغ رو که میخونه میبینه که چقدر ما خودمون رو داریم تکرار میکنیم در آن بخارهای، در مردابهای الکل، در بخارهای گس مسموم. این انبوه بی تحرک روشنفکران یک دفعه گاه جرقه ای، فقط جرقه ای اینها رو به هیجان میاره، بعد میشینن اعدام نگاه میکنن، اعصاب پیر و خستشان تیر میکشه، حالا الان اعدام نگاه نمیکنن، رفتن به بارگاه کوروش رو نگاه میکنن تیر میکشه، بعد یه مطلبی مینویسن، مقاله مینویسن، هیجان زده میشن. یعنی ما در پس رویدادها وجود داریم، ما نمیتونیم رویداد رو به وجود بیاریم، حرفی واسه گفتن نداریم برای ایران. بعد یه اتفاق بیفته، حالا کلمه خودجوشم از بس دیگه واقعا دردناک شده، یه عده جمع بشن یک جا، ما یه دفعه این اعصابمون تیر بکشه و احساس کنیم اتفاقی داره میفته. نه، اینطور نیست. هیچ اتفاق خوبی و هیچ فردای خوبی، فردای روشنی در مقابل ما نیست که بخوایم تماشاگر رویداد باشیم پس از رویداد و نسبت بهش واکنش نشون بدیم و انشا نویسی بکنیم. این کاری هستش که ما داریم میکنیم. و داستان کوروش داستانی هستش که در واقع یک شمشیر دولبه است، میتونه باعث نابودی ما بشه، میتونه باعث پیوستگی و همبستگی ما بشه. کوروش فقط یک اسطوره است. ببینید، ما مشکلمون این هستش که رابطه درستی هم با مسائل زمانی نمیسازیم. کوروش قبل از هر چیزی باید یادمون باشه که یک فردی هستش که الان مرده، یعنی 2500 سال هستش که مرده، زنده نیست، نه از خودش میتونه دفاع بکنه، نه میتونه رهبری اپوزیسیون رو به عهده بگیره، هیچ کدام از اینها نیستش، فقط یک سمبله. اگر علمی نگاه کنیم، باید نگاه کنیم که ما از این اسطوره چه استفاده ای امروز برای خودمون میتونیم بکنیم و چگونه آقای خمینی از اسطوره محرم السفر و عاشورا استفاده برای خودش کرد. چه شکلی گفت این محرم السفر است که اسلام رو زنده نگه داشته. بارها در توصیه هاش، حتی در توصیه های شخصیش که پدر من مثلا نقل میکرد از سال 1341، یعنی حتی قبل از اینکه اتفاق 15 خرداد و بعد تبعید او باشه، میگفتش اون چیزی که باعث برنده شدن ماست تبلیغات، 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 باید تبلیغات کرد. بنابراین او بلد بود از یه اسطوره مثل اسطوره امام حسین که اسطوره شورانگیزی هم هستش،
کوروش اسطوره شورانگیزی نیست. ما اینقدر داستان‌های شورانگیز اپیک و حماسی در مورد کوروش اصلا نداریم چیزی. باید ببینیم از ظرفیت‌های این اسطوره چه استفاده می‌کنیم، رابطه‌ای که با این اسطوره می‌سازیم چگونه رابطه‌ای هستش، روابط عاطفی بیمار نوستالژیک به قول معروف گلوری آف ده پست، گذشته درخشان، اینها، این با رابطه بیمار ساختن با گذشته خودمون نمیتونیم آینده رو بسازیم بدون تردید. حالا آسیب هایی که کوروش به ما، یعنی این رابطه غلطی که به کوروش میسازیم، آسیب هایی که به ما خواهد زد چه چیزهاییست؟ یکیش عرب ستیزیه و ما در اتفاقا همین داستان پاسارگاد دیدیم، توی شعارهای عرب ستیزانه هم بود. من در مورد عرب ستیزی دو تا نکته رو باید بگم. یک، آقای خمینی یک عرب ستیز بود، نفرت داشت از عربا. این که تصور کنیم آخوندا طرفدار عربا هستن یا عرب هستن، یا افکار عوامانه زیادی بین ما هستش یا دارن مثلا فرهنگ عرب رو رواج میدن، به هیچ عنوان اینطور نیست. آخوندهای ما هم مثل مردم عادی عرب ستیز هستن، یهودی ستیز هستن، این بیماری ها رو اونها هم دارن مثل خیلی از ماها که داریم. آقای خمینی به شدت با پادشاه عربستان بد بود، با کلن پادشاهی های عرب در اون زمان بد بودش، با رئیس جمهوری مثل آقای صدام حسین بد بود، نفرت عجیبی از عرب ها داشت و زبان عربی هم که اصلا بلد نبود. از طرف دیگه اعراب از اقوام ایرانی بودن. حالا شما در دوران ساسانی اصلا توی لشکر ایران اعراب بودن، از خسرو پرویز بخشی از لشکرش عرب بودن. و تا بر میگردیم میایم در خود تخت جمشید در بارگاه داریوش نگاه میکنیم، ببینیم جزء اقوام ایرانی عرب ها هستن، که اگر درست بگم کلاه بوغی شکلی دارن که پشتش بر میگرده، دو نفر حداقل اونجا هستن یا شاید هم بیشتر، چون اون سنگ در واقع نقشینه هایی که روی سنگ ها هستش اقوام مختلف ایرانی و ساتراپی ها رو نشون میده، آشوری ها، عرب ها و دیگران. عرب ها هم به بارگاه داریوش میمدن، جزو اقوام ایرانی حساب میشدن و این خطر خیلی جدی وجود داره که ما به سمت این عرب ستیزی بریم و کوروش رو به سادگی، ببینید هر اسطوره‌ای رو میشه مصادره کرد، خیلی ساده میشه مصادره کرد، به دست گرفت روایت خودتون رو روش بسازید. جمهوری اسلامی هم در زمان خمینی نسبت به ایران باستان حساس بود، اصلا خوشش نمیاد، از کوروش تا مصدق از همشون متنفر بود. ولی خامنه اینطور نیست، خامنه این مشکلی با ایران باستان نداره و الان هم این نجات پرستی آریایی در کنار شیعه‌گری اسلامی و نفرت از عربستان و اینها چیزی هستش که در مردم ما وجود داره، عین اون به قول معروف ساید و جنبه منفی هر انسانی هستش که الان ما داریم در آمریکا میگیم که آقای ترامپ داره ازش استفاده میکنه. جمهوری اسلامی هم داره از همون جنبه ما استفاده میکنه، روش سوار شده، مقبولیت پیدا کرده سیاست هاش. یعنی خیلی هم ممکنه قور بزنن در مورد جمهوری اسلامی بگن قبول ندارن، ولی به نوعی سیاست های جمهوری اسلامی رو ترویج میکنن و این مقبولیت به شدت آسیب زننده هستش. چیزی که در مورد کوروش از اون سوی دیگه میتونه مفید باشه دقیقا همین بحث همبستگی بین اقوام هست. یعنی کوروش اگر سمبل همبستگی ملی ما باشه ارزش پیدا میکنه و ما میتونیم که ازش بهره برداری بکنیم. ما به عنوان حالا سیاستمدار، فعال سیاسی، هر کسی هستیم که میخوایم کشورمون درست کنیم، بعد نگاه کنیم ببینیم از کوروش چه بهره برداری مثبتی میتونیم بکنیم. به خودی خود او یک انسان مرده است، این رو باید در نظر بگیریم و این روابط عاطفی غلط رو ازش از بین ببریم. بهره برداری مثبت ما اون همبستگی ملیه. بنابراین اون بخشی از کردهای ما
و ترک‌های ما که من شخصا هم میشناسم، آدم‌های مؤثری هم هستن، پرنفوذ هستن که او رو پادشاه پارس ها میدونن و جوری قلم داد میشه، البته من دقیقا این رو نشیدم ولی عملا اینطور قلم داد میشه که گویا این پادشاه پارس ها سرکوب کرده اقوام دیگر، که هرگز اینطور نبوده. یعنی در هیچ امپراتوری این اتفاق نمیفته. اصلا امپراتوری بنا به ماهیت و طبیعت خودش یک مجموعه متنوعی از اقوام هست. حالا در مورد شخص کوروش که اصلا به طور مشخص تاریخ ما داره میگه، تاریخ یهودیت داره میگه که این آدم همبستگی ایجاد میکرده، آزادی مذاهب رو ایجاد میکرده، اولین آدم کشورساز هستش. بنابراین اگر ما میخواییم از ظرفیت های کوروش استفاده کنیم، در واقع باید بریم سراغ اقواممون، با اقوام اون حرف بزنیم و بگیم که این میتونه سمبول همگی ما باشه و در مقابل تجزیه طلبی که کوروش رو یه عده‌ای بخوان برای خودشون تصاحب بکنن بیستیم. اگر جمهوری اسلامی داره از کوروش استفاده میکنه امروز، اگر آقای دکتر مهدی خزعلی میگه که کوروش پیامبر هستش و ذوالقرنین هستش و در قرآن و از او با احترام نام برده شده، که چه بسا باشه، یعنی چه بسا ذوالقرنین واقعا ریفر بکنه به کوروش، کما اینکه در تورات هم از کوروش نام برده میشه و او فراخوان میده که بریم در پاسارگاد. اگر هر کسی کوروش رو تصاحب میکنه و به نفع خودش استفاده میکنه، به نظر من اتفاقا این از زیبایی کوروشه، از این هستش که میتونه یک جنبه پدری داشته باشه. من با کل اساس از دوران انقلاب کشاورزی به این سو، البته نه از انقلاب کشاورزی 10-12 هزار سال پیش، اما تقریبا از 5 هزار سال پیش که ما در اهرام مصر هم میبینیم جامعه مرد سالار شده، مرزها رو ساختیم، هویت‌های ملی، هویت‌های قومی درست کردیم و اینها، کلن فکر میکنم اون دوران داره تمام میشه، دوران مرد سالاری. اما اگر قرار باشه دوران مرد سالاری گذشته خودمون رو پاس بداریم تا حدودی و یک سمبل پدر سالار برای خودمون در نظر بگیریم، بهترین کس کوروش هستش. این سمبل و سرمایه ملی برای ما میتونه باشه، به شرطی که همگرایی داشته باشیم و همبستگی ایجاد بکنیم و ضدیت با عرب و اینها رو نداشته باشیم. هر کس هم که ازش استفاده میکنه اشکال نداره، جمهوری اسلامی هم از کوروش استفاده میکنه بدون تردید. این میتونه برای ما کمک بکنه که همبستگی ملیمون رو تقویت بکنیم. ولی همینطور که بشینیم در پاسارگاد یه اتفاقی بیفته، بعد بیاییم بعدش بشینیم انشا نویسی بکنیم، همون داستان آیه های زمینی خانم فاروق فرخزاد میشه. خیلی ممنونم. آقای جلالی، اشاره کردید که زیاد راحت نیستید با اینکه این اجتماعات، این گرد همایی ها و شرایطی که مثل سال 88 میتونست این رژیم رو ساقط بکنه پیش بیاد، نگران هستید از اون بابت. چرا؟ به خاطر اینکه کوره، به خاطر اینکه معلوم نیست به چه سمتی میره و احساساتی در درش نهفته هستش که این احساسات میتونه کاملا آینده ما رو تخریب بکنه. ببینید، من در مورد آینده ایران به هیچ عنوان نگران دیکتاتوری نیستم، هرگز چنین اتفاق نخواهد افتاد. هیچ دیکتاتوری اصلا، نه ما رهبر برهمندی میشناسیم، نه اصلا شخصیتی میتونه شکل بگیره. ما الان در دوران رسانه های اجتماعی و انقلاب رسانه داریم به سر میبریم که اگر یه شخصیت هم شکل بخواد بگیره، اتفاقا خوردش میکنیم. یعنی اونقدر رقابت ها و بحث ها پیش میاد که هر کسی، حتی یک شخصیت خوبی هم بخواد بیاد بالا، لهش میکنیم با این نوع برخورد ها. بنابراین اصلا چنین وضعیتی شکل نخواهد گرفت. اما گرایش های فاشیستی و همچنین گرایش های خودتخریبانه میتونه شکل بگیره، گرایشات تجزیه طلبانه میتونه شکل بگیره. یعنی من بیشتر در مورد آینده ایران نگران تجزیه و نگران از همپاشیدگی هستم. از طرف دیگه یک مسئله هم وجود داره و این یه بهره برداری های باز به نظر من معتادگونه، یعنی همون حالت خمار، باز تکرار میکنم، خانم فاروق فرخزاد، به سمت سلطنت طلبی. یعنی اینکه ما بخوایم از کوروش استفاده بکنیم و یک دفعه بیایم توی سلطنت مثلا امروز پهلوی و
برای مثال بگیم که ما سلطنت طلب هستیم یا پادشاهی پارلمانی. ببینید این مسئله رو خیلی من روشن بگم، این حرفا یعنی اصلا به طور کلی سلطنت طلبی عوامانه است. دلیلش هم یعنی غیر علمیه، دلیلش هم این هستش که ما پادشاهی پارلمانی به معنایی که پادشاه بی اختیار باشه رو اصلا تجربه نکردیم در تاریخ خودمون. حرفشو داریم میزنیم، اگر داریم حرفو میزنیم، اگر قراره که پادشاه بی اختیار باشه اصلا پس چه اصراری داریم خودمون رو تا این حد انقدر برای ما مهم باشه که هویت خودمون رو سلطنت طلب بنامیم؟ اگر قرار پادشاه بی اختیار باشه پس بذاریمش کنار، به مسائل جدیتر برسیم، به مدیریت سیاسی برسیم که چه شکلی باید الان با دنیا رفت آمد بکنیم، چه شکلی خودمون رو از بحران ها نجات بدیم و نگاه علمی به سیاست و به مدیریت سیاسی داشته باشیم. یک مسئله حاشیه‌ایه، یک نفر آدم بی اختیار باشه یا نباشه، خب و آیا پیوند دهنده مثلا اقوام و همبستگی ملی ایرانی هستش؟ نه، هیچ استدلالی هم وجود نداره که برگرده به که پادشاه در ایران میتونه پیوند دهنده باشه. ما الان مردم عاقل‌تر از اینها هستن که یک نماد بخواد پیوند دهندهشون با هم باشه. اون چیزی که میتونه پیوند دهنده مردم باشه با هم، احساس مفید زندگی کنار هم با همبستگی و رشد، احساس شکوفایی، اینها پیوند دهنده است نه نماد. دوران نمادسازی و گرایش به نماد و کوروش و پادشاه و اینها واقعا گذشته. افرادی که اینگونه فکر میکنن در توهم به سر میبرن، با دنیای قرن 21 آشنا نیستن. اما مدل دیگر، پس یک مدل این هستش که پادشاه پارلمانی بی اختیار باشه که میگم خب چه اصراری دارید اینقدر روش تکیه میکنید. اما اگر مدل اون پادشاهی باشه که ما دیدیم زمان شاه تجربه شده، حالا من نبودم تازه به دنیا اومده بودم آخر شاه، یا در زمان رضا شاه، یعنی پادشاهی که یک فرد اقتدارگرا، من کلمه حتی دیکتاتورم به کار نمیبرم به خاطر اینکه یه در نرنجورم، در حالی که خب عملا دیکتاتوریه، ولی میگم که انکرونیزم رو به کار نمیبرم، یعنی تأخر، تقدم و تأخر زمانی رو حفظ میکنم در زمان خودش. یک فرد اقتدارگرای توسعه گرا آمده مثل رضا شاه، یه توسعه ایجاد کرده مثل آتاتورک، و بعدم مثلا شاه هم هدفش این بوده که توسعه ایجاد بکنه و همون با اقتدارگرایی دلش میخواسته ایران به آستانه های تمدن جهانی برسه. ما اون مدل رو تو ذهنمون هستش اگر میگیم سلطنت طلب هستیم یا پادشاهی پارلمانی میخواییم، به این خاطر که بجز اون مدل ندیدیم. اگر اون مدل تو ذهنمون هستش، ذهنمون عقب افتاده است، به این خاطر که در قرن 21 آدمی که بیاد، حالا آقای رضا پهلوی که جای خود داره اصلا، نه چون این ادعایی داره نه کسی فکر نمیکنم چون این توانی رو برای او قائل باشه، اما آدمی که بخواد بیاد از بالا به عنوان پدر ملت به صورت اقتدارگرا مردم رو به سمت شکوفایی و تمدن و توسعه ببره، چون این چیزی در قرن 21 امکان پذیر نیست و تازه مفیدم که نیست، امکان پذیر هم نیستش. بنابراین این هم که توهم میشه، کل داستان داستان بیمعنایی هستش. ولی خب یه عده میان بر مبنای نوستالژی گذشته خودشون نسبت به این موضوع واکنش نشون میدن. در ضمن اگر آقای مثلا رضا پهلوی ایشون معتقده که پادشاهی پارلمانی خوب هستش، خب اولا تکلیف ما روشن نکرده خیلی زیاد که ایشون آیا معتقد هستش که پادشاهی پارلمانی خوب هستش یا نه، کلا نظرش چی هستش. چون اگر نظر مشخصی داشته باشه که خوبه باید ترویجش کنه، نباید بگه هرچی مردم گفتن. کدام سیاستمداری مثلا میاد فرض کنید خانم هیلری کلینتون مثلا میومد میگفتش که آقا من اصلا سیاست خارجی سیاست ندارم، هرچی مردم گفتن همون رو پیش میبرم؟ این واقعا چیزای عجیب غریبیه که فقط از ما ایرانی‌ها برمیاد این حرفای متوهمانه. اگر معتقد هستش که جدا برای آینده ایران مدل پادشاهی پارلمانی مفید هستش، طرحشو بده، مدلشو بده، بگه چه شکلی هستش، بگه مجلس چه شکلی کار میکنه، بگه پادشاه نقشش چی هستش، بگه نخست وزیر رو کی تعیین میکنه، آیا پادشاه اصلا حق داره نخست وزیر رو تعیین بکنه یا نداره،
این مدل رو بیاره بیرون توضیح بده واسه ما که ما یاد بگیریم بفهمیم که این چه مدلی هستش و ترویجش بکنه. خب این رو هم نداریم. یعنی من حتی میتونم در واقع بگم از جهت علمی ما یک سلطنت طلب نداریم، همه در توهم هستن، چون اگر وجود داشت باید مدل خودش رو میآورد بیرون، میگفت این مدل ماست. آیا قانون اساسی مشروطه رو مثلا میخوایم روش بذاریم؟ برید قانون اساسی مشروطه رو بخونید. خب مثلا اون قسمت های مذهبیش رو میخواید خارج کنید، ادبیات قاجاریش رو میخواید از توش خارج کنید، بعد اون همه بند، بعد متممی که مثلا در سال 1325 میخوره، یک سری بحث های دیگه در مورد قاجاری. خب به هر حال یک نفری بیاد همون قانون اساسی رو درست بنویسدش، به یک مدل پادشاهی پارلمانی ما این گونه است، نخست وزیر این گونه عوض میشه، این گونه مجلس قانون گذاری میکنه، اینها رو توضیح بده و سعی کنه از مردم دلبری بکنه، چیز خوبی باشه آدم میره سراغش. ما عنادی که نداریم. بحثی که الان در قرن 21 واسه ما وجود داره اینه که مدیریت سیاسی چه شکلی افیشنت باشه. این رو یک ربع قرن پیش انگلستان استفاده کردش که اصلا مدل نیو لیبر به وجود اومد. ما چیکار کنیم که گاورمنت، دولت، بهره بریش بالا باشه، کارآمد باشه، هزینه هاش رو کم بکنه، به خصوص وقتی سرمایه ملی ما نفت داره عوض میشه، دیگه دولت این امکان رو نداره که از یه همچین سرمایه استفاده بکنه و دولت بزرگ و بی ارزشی داریم که میخواد همه رو شامل بشه، دولت باید کوچیک بشه. خب ما چیکار بکنیم که این دولت فعال بشه، چابک بشه، بهره بریش بالا بره؟ اگر مدل پادشاهی پارلمانی به نوعی باشه که این امکانات رو ایجاد بکنه، افیشنسی رو بالا ببره، چرا که نه، من شخصا میرم دنبالش، ولی این مدل تا حالا ارائه نشده. بنابراین در یک حالتهای متبهمانه و نوستالژیکی مردم سر پاسارگاد جمع میشن، یه عده میان شعار ضد عرب میدن، یه عده شعار جاوید شاه میدن، هر کسی از زن خود میشه یار این داستان. ممنون آقای جلالی. دخالت آخوندا رو توی تمام جزئیات زندگی مردم و تأثیر ای رو که میگذاره بلا فاصله به چه صورت میبینید؟ یعنی وقتی که حتی وزیر نمیدونم فلان وزیری که مسئول امور تئاتر و نمایش و عرض کنم حضورتون که رسانه های نوشتاری و غیر و ذالک هست، میاد و جواز صادر میکنه برای یک کنسرت و بعد یه آخوند میاد یه صحبتی میکنه بلا فاصله حرفشو پس میگیره، الان آقای نوری همدانی که میاد صحبت میکنه، صرف نظر از اون چه که اشاره کردید و نظرتون رو مطرح کردید، این رو به چه صورت میبینید؟ نمیبینید که روز به روز اینها دارن به اصطلاح با وقاحت بیشتری، با جسارت بیشتری مردم رو مهار میکنن، سعی میکنن مهار بکنن، مهار که نمیتونن بکنن ولی سعی میکنن مهار بکنن، این رو به چه صورت میبینید؟ در سه قسمت. یکیش در مورد شخص آقای نوری همدانی. آقای نوری همدانی واقعا به نظر من یک فرد عین مرده‌ای بود که من نمیدونم چه شکلی یک رفعه یک تحرکی کرد. اصلا ما مدت‌ها بود ازش خبری نداشتیم. این هیچ وقت این آدم اصلا مرجع نبوده، بسیار آدم پستیه، من خیلی بدون تعارف میگم، بعد و شاگردهایی که داره و اینا، خلاصه از این مرجع سازی های جمهوری اسلامی هستش و هیچ اعتباری هم نداره. باز حالا مثلا یه آدم اون هم به شدت پست که من واقعا اگر از یک آدم در زندگیم بیزار باشم اون آقای ناصر مکارم هستش، ولی حداقل ناصر مکارم یه درسی خونده، اعتبار درسش و اینا رو با خودش داره. نوری حمیدانی هیچ کدوم از اینا نداره، یعنی یک شیخ بی ثبات هستش، اسمش حالا شده مرجع و طبیعتا او میاد سر جاهایی که یه ریزه به نظرش تو اون ذهن عوامانش مثلا به عقلش میرسه میتونه واکنششون بده، میاد واکنششون میده سر قضیه پاسارگاد.
خیلی حرف عجیبی زده و بی اعتبار هستش این حرف. به نظر من اصلا اهمیتی نداره. داستان پاسارگاد هم البته الان دادستان شیراز به خاطر اینکه خب این اتفاقات نیفته یکم هم کنترل کنن، بگم جمهوری اسلامی خیلی با این مسئله مشکلی نداشت، با تجمع به طور کلی مشکل داره. دقیقاً همینه حرف من. باستانگرایی خیلی مشکلی نداره، اتفاقا میتونه در سیاست خارجیش در ضد عرب بودن و وضعیتی که در سوریه و عراق پیش میبره از این موضوع استفاده بکنه. به همین جهت اصلا هیچ سرکوب امنیتی صورت نگرفت. اما دادستان شیراز گفته که یه سری رو دستگیر کردن از کسانی که در واقع ارگنایزر این مراسم بودن، رو امروز طرح شد که گویا دنبالشون بودن. اتفاق بزرگی که به نظر من نمیفته. ولی ببینید، اگر آخوندا دارن یه همچین حرفایی میزنن، یک بخشش بی ارزگی دولت هستش، یک بخش دیگهش این هستش که این رو من خیلی دوست دارم بتونم این درک رو بدم، ایران گاورنبل نیست، ایران امکان حکمرانی، امکان دولت ورزی درش وجود نداره، هر کسی کار خودشو میکنه، امکان یک سیاست اقتصادی نداره. با حکومت جمهوری اسلامی، حکومتی که اسلامی باشه، آخوند سر کار باشه، ما نمیتونیم دولت ورزی بکنیم. ببینید، یک دختر مدل میاد بالای پشت بومش وای میسه عکس میگیره واسه یک مزون و مثلا $10,000 $20,000 درآمد داره، دولت آیا میتونه اصلا به اقتصاد خودش رو کنترل بکنه که چه اتفاقی داره میفته بین اون، بین یک شهرمندش با یک مزون مثلا ایتالیایی؟ نمیتونه. همه چیز از دست دولت در رفته است، کنترلی نمیتونه داشته باشه. مسائل فرهنگی هم همینجور. بنابراین آخوندا در واقع همون منبرهاشون که قبلا تو مسجد بود حالا آمده بیرون، از این حرفا میزنن و سعی میکنن که به این ترتیب کنترل بکنن، ولی سیاست ورزی نمیشه. خود شخص آقای خامنه ای رو هم در نظر بگیرید، او بیشتر میاد سیاست های سلبی داره، چون اصلا فقاهت بر مبنای سلب هستش، یعنی فقیه به شما میگه چیکار نکن، نمیگه چیکار بکن، نمیتونه همچی حرفی بزنی که شما چیکار بکن مثلا مثل زندگیت بهتر بشه، بهت میگه چه کارهای بده نکن. آقای خامنه ای هم عملا میاد همین کار رو انجام میده، میاد میگه که مثلا چه کارهایی نکنید. آقای علم الهدا میاد میگه که چه کارهایی نکنید. خب وقتی که شما عملا دولتی ندارید، عملا سیاست های فرهنگی ندارید، عملا اقتصادتون رو نمیتونید کنترل بکنید، الان به نظر من این یک پوشالی هستش، یک پوسته ای هستش که فقط اینا سعی میکنن با وحشت افکنی در مردم و کنترل حفظش بکنن، وگرنه امکان دولت ورزی نیست. بحران‌های آب، بحران‌های محیط زیست میبره ایران رو به سمت خفه شدن و به سمت نابودی و اینها دارن فقط این به نوعی شاید بتونم بگم این جنازه رو دارن همینجوری ادامه میدن، یعنی یه تنفس مصنوعی بهش میدن ولی این قلب دیگه چندان کار نمیکنه تا پیش ببرن. و به همین جهت شما میبینید که مرتب نظرات متضاد همدیگه منتشر میشه، هر کسی برای خودش این فضای ملک و طوایفی که زمان رضاشاه بود و رضاشاه ما رو تبدیل به ملت کرد داریم بر میگنیم گویا به اون فضای ملک و طوایفی که مشهد برای خودش ساز خودش رو میزنه، شیراز ساز خودش رو میزنه، هر جایی ساز خودش رو میزنه. وضعیت به شدت نگران کننده ای داریم از این جهت که بله. بتونیم انسجام کشوریمون رو داشته باشیم و مدیریت سیاسی وجود داشته باشه، نداره. آقای جلالی ممنونم، نظرات شما رو شنیدیم مثل همیشه متفاوت و با منطق خاصی که به کار میبرید. امیدوارم که ما روزی رو ببینیم که واقعا با یک اقدام اساسی همونطور که اشاره کردید برای آزادی کشورمون همه دست به دست هم بدیم. خیلی زود امیدوار هستم. ما باید گفتمان سکولار رو بسازیم.